شما پروسه صلح را در 10 سال گذشته چطور می‌بینید؟ تا کنون چندین مرتبه برای مذاکرات کوشش‌های صورت گرفته است، اما هیچ کدام آن نتوانسته است به یک روند صلح ثابت دست یابد. چندین بار مذاکرات یک مرتبه‌ای انجام شده که در آن مردم جمع شدند و بحث نمودند. این مذاکرات تا حد سطحی بوده و به این مسئله غور نشده است که از تجارب و روندهای صلح موفق در سایر کشورهای جهان الهام گرفته و پروسه صلح بر افغانستان را برنامه ریزی نمایند. وقتی شما درباره ختم جنگ صحبت می کنید، چرا در این مسئله جدا از شورشیان و حکومت کسی دیگری باید شامل باشد؟ وقتی شما فقط گروه های مسلح، گروه های ملیشه و تندروان و حکومت را در میز مذاکره داشته باشید، این نوع مذاکرات است که ناکام می شود و در آن پیشرفت اندک دیده می شود. به همین خاطر شما به جامعه مدنی ضرورت دارید تا در مذاکرات شرکت نمایند که نه منفعت سیاسی و نه منفعت اقتصادی دارند، اما در ذهن آنها رسیدن منفعت به کشورشان است. هرگاه شما جامعه مدنی را در این مذاکرات شامل نسازید و فقط گروه های مسلح را در مجموع داشته باشید، شما هیچ وقت مردم عام را جلب نمی کنید که فکر کنند پروسه صلح یک نظر خوب است. چی باعث می شود که فکر کنید طالبان واقعا می خواهند روی مسئله صلح صحبت نمایند، در حالی که نزد اکثریت مردم قابل قبول نیستند؟ فکر نمی کنم که آنها بخواهند مذاکره نمایند. تا کنون علائمی را نشان دادند که علاقمندی به مذاکرات ندارند، اما فکر می کنم طالبان شکنندند. هرگاه ما به تاریخچه مذاکرات موفق صلح نظر بیاندازیم، متوجه می شویم که با هر کسی که علاقمندی به مذاکرات دارند باید صحبت شود و شما همیشه در مذاکره را باز می گذارید. طالبان هنوز در افغانستان حضور دارند. اکثریت باید تصمیم بگیرند که چطور مردم با آن دید جهانی که همه با هم زندگی نمایند در مذاکرات دخیل سازند. چطور با آنها می توانند زیست نمایند و آنها را مطابق سیستم قضایی محاکمه نمایند. شما در گزارشتان روی مسئله وساطت یا میانجیگیری داخلی و خارجی صحبت نموده اید. چی معنی دارد و آنها کیها هستند؟ تمام تجارب و دانش رهبران مذهبی و سازمان‌های غیرحکومتی افغان باید بر روند صلح ملی بنیادی و اساسی متمرکز باشد. هم‌اکنون این رهبران از مذاکرات خارجند. بسیار جای تأسف است، چون که افرادی که در مورد برقراری صلح بیشتر می‌دانند در روند صلح شرکت ندارند و نمی‌توانند در طراحی این مسئله کمک نمایند و مردم را در بحث‌ها دخیل نمایند. گروه میانجیگری داخلی شامل افغان‌ها از حکومت و جامعه مدنی افغانستان می‌باشد که در مورد راه حل جنگ داخلی معلومات دارند، از اساسات مذاکرات باخبر هستند و پروسه صلح را طرح می کنند. جامعه بین المللی هم باید گروه از ملت‌های دوست باشد که از این میانجیگری حمایت نموده با مذاکرات توافق می کنند. توصیه‌های شما برای حکومت افغانستان و جامعه مدنی و بین المللی است. شما فکر می کنید همه آنها روند صلح را از ابتدا طرح نمایند و بنیاد آن روی چی هدف باید باشد؟ در مذاکرات پیشرفت وجود داشته و شورای ملی صلح وجود دارد. تعدادی از مردم در این روند خلاهای داشتند، اما مذاکرات صورت گرفته و می توان روی آن کار نمود. همه تا کنون پا بر جاست. فقط معضله اینجاست که تا کنون هر کوششی که صورت گرفته است کافی نیست. فکر می کنم قسمتی از مشکل افغانستان مردمی هستند که شتاب به خرج می دهند و می گویند افراد را شامل مذاکرات نسازند. به همین خاطر مشکل خلق می شود. اما این موضوع است که آنها 10 سال قبل در اولین کنفرانس بن نیز ابراز نمودند. حالا که ما 10 سال بعد از مذاکرات حرف می زنیم، شاید هستیم که این روند چقدر به کندی به پیش می رود. و هرگاه شما با وقت کافی یک پروسه همشمول را طرح نمایید، واقعا زودتر پیش می رود.